هزار و یک شب. چون شب 389 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، آن مرد درم ها گرفته به پنهانی از خانه یحیی بیرون رفت. یحیی را از حادثه آگاه کردند. گفت به خدا سوگند که اگر تمامت عمر نزد من به سر می برد، من جایزه خود را از او نمی بریدم و ضیافت از او بر نمی داشتم. برمکیان را فضیلت بیشمار است، خاص یحیی بن خالد را که او همه مفاخر جمع آورده بود و شاعر در حق او گفته ای دوده تو همه خداوندان، تو بار خدای دوده خیشی، با فضل ندیم و با هنر یاری، با جود رفیق و با خرد خیشی، از روی شمار یک تن ولیکن از روی هنر هزار تن بیشی. حکایت امین و کنیز جعفر. و از جمله حکایت ها این است که جعفر ابن موسل هادی را کنیزکی بود تارزن که بدر کبیر نام داشت و در آن زمان از او نکورویتر و به خواندن و تار زدن از او داناتر کسی نبود. امین ابن زبیده خبر او را بشنید و از جعفر التماس کرد که او را به امین بفروشد. جعفر به او گفت تو می دانی که کنیز فروختن مرا نشاید. اگر این کنیز خانزاد من نبودی، او را به رسم هدیت به سوی تو می فرستادم. پس از آن امین روزی به قصد طرب به سوی خانه جعفر بیامد. جعفر آنچه از برای دوستان حاضر آورند از بهر او حاضر آورد و کنیزک خود بدر کبیر را به خواندن و تار زدن امر فرمود. کنیز آلات طرب ساز کرده به آواز خوش همی خواند و امین ابن زبیده به میگساری و طرب و نشاط مشغول بود و ساقیان را فرمود شراب به جعفر بیش از اندازه بدهند. ساقیان چنان کردند که امین فرموده بود. پس جعفر از غایت مستی بی خود بی افتاد و امین کنیزک را گرفته به سوی خانه خود بیاورد، ولی دست بر او دراز نکرد و چون بامداد شد امین جعفر را بخواست. چون جعفر بیامد، امین به حاضر آوردن شراب بفرمود و کنیزک را امر کرد که در پشت پرده بخواند. جعفر آواز کنیزک بشنید و او را بشناخت. از این کار در خشم شد، ولی از همتی که داشت خشم آشکار نکرد و تغییر نداد. چون مجلس به پایان رسید، امین ابن زبیده تابعان خود را فرمود زورقی را که جعفر سوار گشته به سوی او آمده بود از درم و دینار و گوهرها و یاقوت‌ها و جامه‌های فاخر پر کردند، چندان که ملاحان استغاثه کردند و گفتند زورق را گنجایش بیش از این نیست، مبادا زورق در آب فرو رود. پس امین ابن زبیده فرمود که آن مال را به خانه جعفر بردند. Thank you.
حکایت سعید بابلی و برامکه. و از جمله حکایت ها این است که سعید بابلی گفته است که در زمان خلافت هارون الرشید مرا دست توهی شد، وام خواهان بر من جمع آمدند، من از ادای دیون عاجز ماندم، به حیرت اندر بودم، نمی دانستم چه کار کنم. در آن حال عبدالله ابن مالک خزائی را قصد کردم و از او التماس نمودم با رأی محکم خود مرا مددی کند و از حسن تدبیر مرا به سوی خیر دلالت کند. عبدالله ابن مالک خزائی با من گفت که جز برمکیان دیگری نتواند که تو را از این محنت و تنگ دستی خلاص کند. من گفتم مرا طاقت تحمل تکبر ایشان نیست و به تجبر ایشان صبر نتوانم کرد. عبدالله گفت تحمل بایدت تا کار نیکو شود. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.